دستان و پاهای ربابه فلجن، اما این دختر 16 ساله ذهن هنرمنده دارد. ربابه محمدی روزهای دراز در اینجا رسامی می کند. گوشه این اتاق گوشه تنهایی است. شمی دلم بیرون میکدم که برتون نشان میدادم که خالص درد است. اصلا میترقز دست درد. حتی خودم میخوایم که امی دلم پاره کنم و دردش خالی شوه. دیگه من نمیخوایم که درد رنج بکشم. من 16 سال در کنج خانه زندگی کردم. ربابا چندین کیلومتر دور از مرکز شهر کابل در دشت برچی زندگی می کند. اما چهره های شناخته شده جهان چون جستین ترودو صدر اعظم و مریم منصف عضو کابینه کانادا را الگوی زندگیش قرار داده است. یکی از آرزوهای ربابا داشتن یک ویلچر یا چوکی مخصوص معلولین است تا با استفاده از آن بتواند راحت تر حرکت کند. میگه یک ویلچر است که با چیم اشاره میشه. چشم که اشاره کنیم که کجا بره کجا نره با فکرش اشاره میشه و خودش را میره. از اونا من اصلا تعجب کردم خدای ویلچری که با چشم اشاره شوه از چطور امکان داره. اگر از اونا بیایه، اگر باشه، اگر مثلا که دیگه در کنج خانه زندگی نکنم، مثلا هر جای دلم خواسته باشه برم و امکاناتشان باشه. ربابا با حس کنجکاوی که دارد خواندن و نوشتن را خودش آموخته و حالا برادر کوچکش را آموزش میدهد. وقتی که اونا میگفت که مادر قسمی های پدر قسمی های میدیدم، خوب به ذهنم جا میدادم که این چه قسمی های، مثلا که مادر چه قسمی های، اصلا به دلم نوشته میکردم. یعنی براتون بگم 6 ماه من پیش خود کار کردم. اولین بار که من پنسل گرفتم امرای پای اول گرفتم که اصلا نشد. بعدن دمو روز من امرای دهن پنسل من گرفتم. ربابا در نقاشی هم رهنما نداشته و آنچه به تصویر می کشد برآمده از خیالات هنری خود اوست. به گونه مثال این گرگ زخمی که به باور ربابا زندگی و شخصیت خود او را منعکس می سازد. من گرگ بسیار زیاد دوست دارم چون مفهوم پرمعنا داره. مثلا که گر که با غرور است من خوش دارم. مثلا انسان هایی که غرور داشته باشن بسیار، مثلا صبور باشن، مثلا با مشکلات مجادله کنن بسیار زیاد دوست دارم. از خاطر کش میکنم خود من با مشکلات مجادله کنم و خیلی مشکلات ها رو همراهش مجادله کردم. ربابا هر روز رسم می کشد و با مجموعه رسومی های خود می افزاید با امید این که روزی این کارهای هنریش به نمایشگاه ها راه یابند.